نداده. و بعد بگیم این اعمالی که این شخصیت تاریخی انجام داده الان به نظر ما اخلاقی است، این اعمالش الان به نظر ما اخلاقی نیست. من اصلا نمیتونم چنگیز خان رو بیام قضاوت بکنم. چنگیز خان در شرایطی بوده با زمانه خودش قدرت داشته، بهش توهین شده بود، قایر خان نمیدونم بازرگاناشو کشته بود، یک شرایطی بوده در جهان که اون اتفاقات افتاده. تنها چیزی که من میتونم در مورد چنگیز بگم اینه که آقا چنگیز کجا به دنیا اومده، چه کارهایی کرده، باورش چی بوده، یاساش چی بوده، حمله اون داستان طوفان زرد و حمله به ایران چه بوده و این چیزها. حالا اگر یه عده بیان چنگیز رو ببرن حالت اعتلاییش بکنن و برن این بالا بگن پیامبر خدا بوده، هر کاری کرده درسته، هیچ چیز مطلقی، هیچ چیز بدی توش نبوده، همه چیزش درسته، خب من مجبورم در مورد جنایت‌های چنگیز حرف بزنم، مجبورم بگم آقا از سر آدم‌ها مناره می‌ساخته، مجبورم بگم چند صد هزار نفر تو سبزوار کشته. یعنی شما وقتی یک شخصیت تاریخی رو میایید به صورت قدسی میبریش بالا، بقیه رو در این موضع قرار میدی که قدسیتش ازش بگیرن. این کلیته در مورد هر کسی، از کوروش کبیر بگیرید تا هر کسی دیگه، از مایی که اینجا نشستیم، کسی اگر بگه من خطا ندارم همونجا داره دروغ شروع میشه. ما در مواجهه با خطاهامون سنجیده میشیم. فقط بحث اینه که آیا میخوایم خطاهامون رو تکرار بکنیم و اصرار ببرزیم بهش، خطایی که ضد اجتماع، خطایی که ضد فردیت، خطایی که ضد بقا، ضد علم ایناست، یا ضد قانون. وقتی ادعا میشود که امام های ما علم چیز تکوینی، ولایت تکوینی داشتن و علم غیب داشتن، اون وقت من مجبورم بیام بگم آقا حضرت علی که علم غیب داشت، خب آیا نمیدونست که اگه قیس رو فرستاد در شاخ آفریقا در مصر اون بلا به سرش میاد و بعد قیس برمیگرده و بعد اون داستان میشه امراس میره اونجا آفریقا رو میگیره؟ آیا حضرت علی اگه ولایت تکوینی داشت مینشست اونجا که امراس اون بلا رو بر سر فاطمه مثلا اون یعنی شما یک ادعاهایی میکنیم که ما مجبوریم شواهد تاریخی بریم بگیم آقا ادعای شما غلطه، اینا هم آدمهایی بودن مثل ما. حالا اینکه محمد و هیتلر هم سنگ گرفتن این غلطه. من دارم میگم آقا هیتلر یه آدم جنایتکاری بوده که هولوکاست هم یک جنایت کبیر بوده، ولی وقتی شما این البته ممکن تو من مخالف باشی اینجا، ولی بحث من اینه، من مخالفم که اگر نه در باب آزادی قانون هولوکاست، چون من معتقدم که باید آزاد باشه. من فکر میکنم بی خوده که این قضیه رو قانونیش کردن. من فکر می‌کنم من بحثم سر این بود که من تصورم برای اینه که اونجوری هم که اشاره کردیم، فقط تاکید بکنم که بنا به شرایط خاصی که در اروپا وجود داره و هنوز گروه‌های دست راستی و طرفداران ضد در واقع اون کسانی که معتقد به انکار هولوکاست هستن، اونها در واقع قوی هستن، پتانسیلشو دارن، من فکر می‌کنم هنوز زوده که این قانون از بین بره. یک اهرم احتیاطیه در واقع. فقط به هر حال مشکلشون این بوده که من چون حالا موضع شخصی من این بوده آقا این قانون جالب نیست، باید آزاد باشه، هر کس هم هولوکاست رو انکار بکنه اونقدر مسخره میشه و اونقدر بی اعتباره که جدیش نمیگیرن. و چون من این نکته منه، این چه ارتباطی محمد داره؟ آقا من هنوز معتقدم که باید اسلام رو نقد بکنه، ولی کاریکاتور کشیدن از بمب در امامه محمد و جلوی چشم مسلمان ها گذاشتن، این مثلا این میمونه که من بدونم مثلا شاهین بدونه من از مارکس خوشم میاد مثلا و هی بیاد به من بگه آقا این مارکس فلان فلان شده، یه عکس مثلا مارکس رو کشه با یه بچه‌ای داره، خب من میگم آقا تو از قصد داری این کارو میکنی، تو میخوای منو اذیت کنی، مارکس که مرده، اون چه مهمه که البته مهم در مقابل این نگاه تو یه سری نگاه دیگه هم هست که معتقد به این که حالا اون چیزی که اون دوستمون اول گفته بود و ما باهاش مخالفت کردیم، اونم مثلا توهین به اسلام و پیغمبر و اینا، یه بحث دیگه ای وجود داره و اونم پروووکاتیو برخورد کردنه، یعنی تحریک کردنه. یه بخشی یه نگاهی داشت، منم این نگاه رو یه زمانی داشتم تا یه اندازه، که تحریک کردن و انگولک کردن قضیه میتونه به بالا رفتن تولرانس اون افراد کمک کنه. الان من این نگاه رو ندارم، یعنی بعد از آشنایی و درگیری من با انسان شناسی به من اثبات شد که بعضی از انگولک کردن ها ممکنه که کمک نکنه، بیشتر به تارونه فراری بده نفر. دقیقا. حالا بریم برای سوال دقیقا. دقیقا نکته همینه. بله. چرا مردمی که چرا مرد بگو نه دیگه چرا مردمی دستات بگو چرا مردمی که هیچ درکی از سیاست ندارن باید در اداره مملکت نظر بدن؟ احتمالاً این شکلی از به یه شکلی از آریستوکراسی یا اولیگارشی اینا ممکنه متقید، یعنی گروه نخبگان یا شایسته سالاری، این نگاه در ضدیت با دموکراسی و خب
حالا ما فکر میکنم که تو پادکست ها در بررسی پیش از سقراط و خصوصا بعد از سقراط و در اون حین و چون چند بار دموکراسی در یونان باستان دچار تزلزل شد، اصلا برای جباران اومدن، حالا بعد هم توضیح میدیم، این کانفلیکت، این پیچیدگی و درگیری وجود داشته مدت ها که واقعا دست اینه ما اگه میخوایم صحبت از دموکراسی بکنیم، این دموکراسی باید منوط به این باشه، سوار بر این باشه، باید اون جامعه باید درک نسبی از امر دموکراتیک، از پذیرش مخالف و که مبتنی بر آموزش داشته باشه. ولی واقعا اگه بخوایم در جدال قرار بگیریم، تو طبیعتا دموکراسی رو در مقابل اولیگارشی و شکل‌های دیگه میپذیری، ولی حجت ما چیه واقعا؟ قضیه ایجاد حقه، یعنی اگر من یک قوانینی تعیین بکنم که بر طبق این قوانین همه اون قوانین رو بپذیرن، اون موقع در راستای اون قوانین وقتی ما تصمیم گیری میکنیم حق ایجاد میشه و مشکلی وجود داره. ولی وقتی ما قوانین رو به گونه ای تنظیم میکنیم که عده ای توانایی هایی دارن، عده دیگری باید بپذیرن که این توانایی ها رو ندارن و اونها حق تصمیم گیری دارن، مثل اینکه من میگم آقا من بهتر از تو بلدم این چه میدونم این تار رو پوست پرده کنم، مثلا میخوام 5 نفرم هستیم، آقا شما ها بشینین کنار فقط هر کاری من میگم انجام بدین، من لیدرم، من میدونم چه جوری بهتره. خب این در بعضی از امور جواب میده، در مثلا وقتی ما وارد قضایای تخصصی میشیم، بله ما میخوایم یه نتیجه بگیریم، همه با هم معتقدیم که ما میخوایم مثلا فلان امر صنعتی رو مثلا انجام بدیم، فلان شی رو بسازیم. آیا سیاست هم تخصصی داره؟ باید بگم آیا سیاست هم تخصصیه؟ سیاست مدار بودن، آره، یعنی که روابط سیاسی درست انجام دادن، نمیدونم دوستان رو دوستتر کردن، دشمنان رو جری نکردن، روابط سیاسی با خارجی درست داشتن، همه این چیزا یک مجموعی از توانایی ها. فرض من میخوام یه مثال یه چیز میخوام بگم یه نکته، اما در دموکراسی ها من اینو بگم، در دموکراسی ها اونهایی که متخصص هستن اتفاقا کم کم فیلتر میشن، توسط جامعه شناخته میشن، میگن آقا ما میخوایم یه دی اون چه که ما میخواهیم رو انجام بدن، یا میتونن بهتر اون چی که ما میخوایم رو انجام بدن، اونهایی که بهتر حرف میزنن، ذهن بهتری دارن، درس بیشتری خوندن، سیاست بلدن، ما به اینها اجازه میدیم که اراده ما رو انجام بدن. هر زمانی که برخلاف در واقع خلاف اون نگاه اکثریت و نفع اکثریت رفتار خواستن بکنن، این قدرت رو داشته باشیم که اینا رو حذف بکنیم و سرنگون در واقع بکنیم. این در واقع امریه که در دموکراسی اتفاق میفته. اما ما واقعیتش اینه که خب مدام داریم تکرار میکنیم، دموکراسی چالش های خودش رو داره و این چالش ها به هر حال غربو که نگاه میکنیم اینا اینو همچنان با چالش روبه یک ببخشید قرارداد نفتیه که خب فقط بحث این نیست که بله نفت ما رو داریم میفروشی یا فلان میکنید، بحث اینه که ما با دقت باید اون توسط متخصصین اون امر بررسی بشه. این یه پیچیدگی که وجود داره، کجا ما میتونیم اون رو بگیریم؟ این یه بحث دیگه است. این که ما در دموکراسی کم کم اداره امور رو به متخصصین میدیم، این یه بحثه. این که ما فکر بکنیم، نمیدونم چجوری اینو توضیح بدم، ما اول باید قضیه حق رو ایجاد بکنیم، یعنی جامعه بفهمه که حق داره انجام میشه و حق زمانی انجام میشه که، چون هر کس در یک جامعه مثلا 100 میلیونی یک حق داره، یک صدومین، یک صد میلیونیوم حق مال اوست. حالا وقتی این حقا با هم جمع میشن مثلا 60 میلیون با هم، ما میگیم خیلی خب حق اینا بیشتر از اون 40 میلیون، بعد به حق اینا گوش بدن. ولی وقتی که ما به این فکر میکنیم که یک چیزی خوبه، ما میدونیم اون چیزی که خوبه چیه، من میدونم که اگر جامعه به راه الف بره بهتره. چرا من میدونم؟ چون من میدونم دیگه آقا من بیشتر از بقیه بلدم. دوستای منم که با من رفتیم دانشگاه کمبریج همه با هم دیگه، ما میفهمیم دیگه آقا بالاخره میدونیم. این مردم که نمیدونن که، حالا ما چه جوری باید به اینا اجازه بدیم بیان تو تصمیم گیری با ما شریک بشن؟ نکته اینجاست که ما در جهانی زندگی میکنیم که این جامعه، همه آدم ها بخشی از این جهانه. ما فکر میکنیم جهان به گونه الف باشد بهتر است، اونا فکر میکنن جهان به گونه ب باشه بهتره. چه باید کرد؟ نکته اینه که ما باید بتونیم با هم به یک قاعده ای برسیم که اونها هم بپذیرند که وقتی ما میگیم جهان به گونه الف بهتره، اونا هم با هم همراه باشیم، یا باید بتونیم نظرمون رو براشون تشریح کنیم و رأی اونها رو بگیریم، یا اینکه باید اجازه بدیم خودشون تجربه کنن، ممکنه حتی نظر ما غلط باشه. راه دیگری به جز این قاعده گذاشتن نیست. اگر قاعده رو برداری میشه استفاده. ببین ما الان همین الان وسط مهلکی سیاسی ایران یکی از مهمترین اختلافاتی که وجود داره بین همه گروه ها، حالا خصوصا اون گروه هایی که به شکلی به دموکراسی باور ندارن و همه رو میخوان حذف بکنن، این پیچیدگی وجود داره.
خصوصا گروه هایی که نگاه خودشون رو مطلق میدونن و فکر میکنن که اون نگاه، و واقعیتش اینه ما مشخص و عکس قضیه، اون هم نمیتونه اینو حذف کنه. مسئله تضارب آراست، مسئله پذیرش ماست و رأی اکثریت. این رو مبتنی بر آموزش، یعنی این زنجیر به همدیگه وصل هستن. بریم برای سوال بعدی که به همه بتونیم برسیم. سوال بعدی فکر میکنم اینه که یه دوستی گفتن که هولوکاست یک فکت تاریخیه باره، و انکار هولوکاست معنی انکار آزادی بیانه، چون فکت تاریخی اگر کسی آقا خیر عزیز جان اینطوری نیست، آدم ها حق دارن بگن آقا من حاضر و شما میتونید تمام قواعد منطق رو برای آدمی بخونی با طرف بگه من قبول ندارم، آزاده که قبول نکنه. این به این معنا نیست که چون ما معتقدیم که امری به نظر ما منطقی و درسته حتما دیگران باید بپذیرن، دیگران حق دارن نپذیرن. اصلا کل داستان دموکراسی همینه که شما باید بتونی به گونه ای که دیگران قابل پذیرش براشون باشه اون چیزی که فکر میکنی درسته رو بهشون نشون بدی. اگر نتونستی نشون بدی ضعف شماست. اگر من نتونم به دیگران نشون بدم که هولوکاست یک فکته، آقا بپذیرید، ولی تبعات عملیش میشه بریا، این در تناقض با همون بحث آزادی پس از بیان نمیشه؟ یعنی اینکه ما نگاه میکنیم میبینیم در جامعه ای انکار هولوکاست ممکنه یه سری تبعات سیاسی اجتماعی بدتر داشته باشه، فرضاً فشار بر اقلیت‌ها رو بیشتر بکنه. اون یه بحث دیگه است. مثلا ما یکی از درسته اینجا یکی از ما مثلا میگیم تحت چانه میتونه کسی بکنه. مثلا شما اگه برید تو خیابون بری آدمی که دوست داری بگی خب میبینم که خیلی هم خوشحالی و بابا زنت هم که مثلا خیلی جوان است مواظب باش یه وقت بلایی سرش نیاد، خب این به تو هرچی میاد حرفی به من بزنم میگم من حرفی نزدم، گفتم مواظب خانومت باش که بلایی سرش نیاد، ولی اون آدم کاملا میتونه من تهدید کرد. یعنی این امر با اینکه به نظر یک بیان ساده است ولی شامل آزادی بیان نیست. شما وقتی تهدید میکنی آدما رو امنیت روانیشون رو به خطر میندازی. خب یا در مورد احترام بازم همین جوریه، یعنی ما دو هم احترام همینطوره، هم هر حرفی که مهمله یه موقع حرفی که دروغه، یعنی تهمت زدن دروغ گفتن، یا این دو تفاوت وجود داره. یعنی ما چیزی داریم که حرفی مهمل باشه ولی تبعات قانونی نداشته باشه اما نسبت دروغ باشه، یا یعنی یه چی شق دیگه داشته باشه که دروغ باشه. این خیلی نکته جالبیه. فرق بین مهمل و فرق بین دروغ. مهمل یا حالا مزخرف یا هامباگ تو انگلیسی بهش میگن، یا خیلی وقتا بولشت بهش میگن. هامباگ HUMBUG هامباگ همون چیزی که سکروچ تو کارده میگه هامباگ، یعنی میگه مزخرف نگو. این کلمه خیلی چیزیه. فرق داره هامباگ با دروغ. دروغ یعنی مهمل گفتن یا گزاره غلط ولی آگاهانه گفتنش، یعنی من آگاه باشم از اینکه دارم یک گزاره غلط رو میگم و به قصدی گزاره غلط رو، یعنی به قصد جهان رو به گونه غلطی به تصویر میکشم. ولی وقتی من مهمل دارم میگم یعنی در حقیقت آگاه نیستم به اینکه جهان به گونه الف نیست ولی من دارم میگم به گونه الف. خیلی وقتا هم هست. حالا یه چیز نکته جالب‌تر اینه که بعضی وقتا من دروغ دارم میگم در حالی که دارم گزاره درست رو میگم. این خیلی جالبه. یعنی بعضی وقتا من گزاره درستی رو میگم ولی خودم آگاه نیستم که اصلا این گزاره درسته، به عنوان دروغ دارم میدمش. فرق نمیکنه چون اینتنشن من، قصد من فریب دادن، فریب دیسپشنه. مهم نیست که گزاره چیه، قصد من خیلی مهمه. حالا اگه کسی میخواد هولوکاست رو انکار بکنه حرفی مهمل داره میزنه یا دروغ داره میگه؟ آها، حالا کسی که میدونه هولوکاست، یعنی باور داره، شواهد رو دیده و میفهمه که هولوکاست اتفاق افتاده ولی داره از قصد برای اینکه آتش نژاد پرستی رو مثلا هم بزنه یا روشن رو شعله برتر کنه میگه، این داره رسما دروغ میگه. یه کسی هم هست که اصلا درگیر توری توته است، میشه اینو تشخیص داد؟ من فکر میکنم دروغ گفتن و مهمل گفتن هر دوش کاملا آزاده. شما میتونید دروغ بگید، کسی نمیتونه به شما دروغ بگه، ولی نکته اینجاست اون دروغ هایی که باعث میشن تبعاتی دارن که جامعه ضرر میده، اینا میرن ریسرچ میشه، استادی میشه، دیتا در موردش جمع میشه، میگن آقا این جور تفکرات خطرناکه و بعد به رأی گذاشته میشه. اینم دیگه دموکراسی است. دموکراسی میفهمه آقا یک مدلی از اندیشه ها رو ما اجازه نمیتونیم بهش بدیم. پس ما میتونیم به این نتیجه برسیم در غرب اگه فرضاً یه کارگر ساده بیاد و هولوکاست رو انکار بکنه چون تبعاتش کمتره ممکنه که اصلا به بحث جرم و اینا نرسه، با اینکه خب این جرم هست اما میفته ولی آره خیلی جدی نمیگیرن. اما یه دانشمند و یک محقق بیاد این حرف رو بزنه، مثلا مثل روژه گارودی یا بسیاری چندین نفر دیگه لیستاشون هست، بله بله، اون موقع چون تبعات ممکنه داشته باشه اون موقع پیگیری قانونی میشه.
فخب کاملا و اینم بگم باز باید صبر کرد و نشست و دید که یک دروغ یا یک اندیشه، حالا دروغ راستش کارم رو، یک ایدئولوژی وقتی در عمل اتفاق میفته تبعاتش چیه. همین دوستی که آقای جدیدن فوت شدن، همین دو روز پیش که در باب شرع مشروطه، فقه مشروطه صحبت کردن، سر صدا خیلی شد تو اینترنت، فیرهی فکر میکنم اسمشون باشه با هیجینی، دو روز پیش فوت شدن. حالا به حال مطلب زیاد نوشتن، بحث ایشون همینه که ما یک سیستمی بیاریم که بر اساس فقه باشه، ولی یعنی ما برگردیم به اصل اسلام نگاه کنیم، این قانون مدینه چی بوده، قانون قوانینی که حضرت محمد گذاشته چی بوده، ما برگشتن به اصل سرچشمه یک مدلی از فقه بیاریم که در این حال ولایت فقیه هم اگر وجود داره دموکراتیکه. خب ما نمیدونیم این داستان آیا میشود دموکراسی از دلش در بیاد یا نه، ولی نمیتونیم سانسورش کنیم، نمیتونیم بگیم نه آقا تو داری حرف از دین میزنی، ما با تجربه کردیم خفشو، نمیشه. باید گذاشت این اندیشه جایگاه خودش رو تو این باقی اندیشه های سیاسی پیدا کنه، حتی اگر به قدرت میخواد برسه مگر اگر دیدیم داره دموکراسی رو از بین میبره یا خطرناکه، اون وقت میشه جلوش بگیره. تبعات عملش در مورد کتاب سوزی گفتن، کتاب مقدس و